به خداوند بخشنده مهربان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بینندگان گرامی برنامه امروزی ما در مورد لخش یا جرگتال است و عنوان آن چنین است ده مرد رئیس لخش با مکگریگوری رفیقش ناحیه را تاراج دارند ما ساکنان لحش لخش از رفتار و کردار رئیس ناحیه برادزاده فیظुल्लाह رجب و سردار اداره برق ناحیه شامرادوف ابرار احکامویچ با تمام مردم تاجیکستان حکایت خواهیم کرد برادزاده فیظुल्लाह رجب سال 2016 با فرمان پرزیدنت تاجیکستان رئیس ناحیه لخش تعیین گردید در دوره فعالیت کاری و خدمتیش مردم ناحیه لخش او را همچون یک شخصی به تجربه، به سواد و شخصی به مدنیت شناختند. سواد کافی ندارد. با وظیفه رئیس ناحیه ارزنده نیست. در وقتی مجلس ها های سی وکیلان تلفن شخصیش را آزادانه استفاده کرده کارهای شخصی خود را با صاحبکاران و دوستان و رفیقان محاکمه می کند. گویا که در تالار یگان شخص حاضر ندارد ما در وقتهای مجلس فقط کارهای شخصی او را گوش میکنیم و فکر‌هایمان پریشان میشود مجلس ها اگر دو ساعت گذرانیده شود حتما یک ساعتش را برازادا فیض الله رجب با دوستان خود با تلفن گپ میزند و چخچخ چخ میکند و ما ناعلاج سخنان او را گوش میکنیم چون رئیس است دیگر با عزت نفس مردمی ناحیه لخش رهبران تشکیلات و مؤسسه ها میرسد پیشتر از او چندین رئیس ناحیه کار کردند همه ای آنها نسبت مردم ناحیه سخنان خوب می گفتند. این شخص که تایی پنج سال می شود نان و نمک مردم ناحیه لخش را خورده است نمک ناشناسی می کند. در مجلس ها بارها گفته است که من مثل دیگر رئیسان نیستم. من رئیسی مردمی هم و نان قاق می خورم. رئیسی مردمی با مردم است با تمام ساکنان ناحیه یک خیل مناسبت می کند. خوب دیگر. سردار اداره تنظیم ناحیه عبدالرحمن افسای کشور را در همین وظیفه تعیین کرده تمام معلومات های ناحیه را از او میگیرد سای کشور در بین مردم ناحیه لخش همچون عروسی برازادا فیضولا رجب نام برآورده است. رئیس ناحیه تمام جوانان به تجربه را در اطراف خود جمع کرده دعایی ما خود را با آنها تعریف و توصیف می کند و آنها بله گویکانی او می باشند. سردار اداره جوانان ناحیه رجب و سبحان اداره اقتصادیات یوسفوف مبارکشا سویان بایف المز رحمانوف عبدالرزاق میسیروف رحمان اینها جوانان می باشند که در خدمت رئیس تیارند و همه اخبار و نویگری ها توسط آنها به رئیس می رسند. یعنی با گفته مردم محلی بوزهای رئیسی ناحیه میانی مردم می باشند از رفتارها و کردار و گفتار رئیس معلوم می شود که در دوره های تا رئیس ناحیه شدنش چوپانی یعنی ده مردگی کرده است و این از که ساکنان ناحیه خرد و بزرگ او را ده مرده میگویند نخواد وقت تعیین این شخص با وظیفه رئیس ناحیه عدل کدر پیشوا الله رحمانوف یا همان جناب سنبل به سوادی او را نفهمیده باشند در حکومت جمهوری و از او پول گرفته او را به این وظیفه گذاشتند وای به حال ما این ده مرده در سال 2017 شمراد ابرار احکام ویچ را با گرفتن مبلغی بسیار یعنی پاره با برقی و وظیفه سردار اداره برق ناحیه لخش تعیین کرد شامرادوف ابرار احکامویش در سال 2000 مسئول اداره فاندی آقاخان ناحیه لخش بود و از وظیفهش استفاده برده با نامی چندین نفر کردیت قرض گرفته آنها را از آن خود کرده است این را مقامات می توانند بار دیگر سنجیده برایند در ماه ایولی سال روان شامرادوف ابرار را معلوم نیست کدام مقامات و شهر دوشنبه برده مدت یک ماه در سیزا نگاه داشتند اما باز جوابش دادند حالا آنکی به گفته شخصانی از این کار آگاه او در دوام فعالیت کاری در فاند آخانی ناحیه نزدیک 4 میلیون سامانی را از خود کرده است وقتی از سیزا آزاد شدنش در خانهش معرکه دبدبناک تشکیل کرد البته در بین شخصانی خورسند شده رئیس ناحیه ده مردنیز بوده است نخواد مقام و منزلت حکومت تا این حد پایین آمده است که شخصی یک ماه در سیزا خوابیده باز برگردد بناهیه و مقام دولتی بگیرد باز در مجلس ها تنها همین شامورادوف را تعریف می کنند و خلاص از اینجا فهمیده می شود که قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن مراسم ها تنها برای کمبغل و بیصاحبان رب داشته است و خلاص اگر نظر افکنیم به قانون مذکور گفته شده است که اگر شخصی منصب دار قانون مذکور را ویران کند باید از وظیفه آزاد شود ولی این قانون بر رئیسان ناحیه لخش بر آزاده فیضولا رجب با لقب ده مرده و راهبر برق ناحیه لخش شامرادوف ابرار با لقب مک رگور داخل نداشته و تأثیر هم نمی کرده است. خود شامرادوف ابرار بعد از سیزا آزاد شدنش گفته است که با پول تمام مقامات های حفظی حقوق را می خرم. مقامات های حفظی حقوق این سخنان جنایتکار برای شما درس عبرت باشد. همکاری و حرام خوری شامرادوف را بیایند و سنجند و خلاصه خود را برارند. قیصه بنامی مک گریگور نم برآوردن شمراد و ابرار بینندگان گرامی این است که او را در شب سال نو با یک زن شوهردار خصوری آن زن در خانه خوابش لب لوچی مادرزاد به دست می افتاند. خودی همان شب شمراد و ابرار آن زن را گرفته دوشنبه می برد. و مدت ده روز در دوشنبه دور از چشم مردم زندگی می کند. بعد ده روز آن زن را همچون زن دویم گرفته آورده در رو برای شعبه کمیته امنیتی نوحیه لخش که آن وقتا ایسایف آقیل دولت علیویش سرداری آن بود خانه خریده زندگی خود را ادامه می دید. ایسایف آقیل دولت علیه که درباره او و کی بودن او تمام مردم ناحیه میدانند یگان چاره هم نمی بیند از بس که شمرادوف ابرار با او و رئیس ناحیه منتظم پول میداد گوسفندهای فرم اش را کشته آنها را با گوش تامین میکرد آنها گویا هیچ چیز را نمیدیدند البته بینندگان گرامی معلوماتی اضافی در مورد این رئیسی کمیته امنیتی سابق ناحیه لخش نزد اصلاح چندین معلومات های دقیق دیگر از افرادی که خودشان مرتکب آن شده اند به اصلاح اند. ایسایف آخیل دولت علیویچ البته این بیچاره هم زد نیموستش زدگی بدست و چند نفر هم برای ما گفتند و در مورد این که بعض کارهای با او انجام شده است نیست در اصلاح وجود دارد خوب دیگر مهم که چونین اخلاقی را دارد و این چنین یک نفر دیگری هم از ملیسه ها که در نوحیه پنجکند کار میکرده است در یکی از بخشهای های وزارت کارهای داخلی در لخش که او هم به چنین عمل دست داشته است ولی از لخش فرار کرده یا اینکه از شرمندگیش او را گرفته فعلا در پنجکند گذاشتن در ششم عدل و در مورد او هم می توانیم معلومات ها بیشتر شد برنامه های نشر نماییم تا اینکه مردمی پنجکند از او آگاهی داشته باشند نگفته نماند که شمرادوف ابرار مک تا حال روبروی اداره امنیت با دو زن در یک جایگی زندگی را پیش می برند. چرای جنایت صادر کرده شامرادف ابرار را رئیس ناحیه برادزاده فیضولا رجب و دیگر مقامات حفظی حقوق نادیده و نظارت هم نمیبرند برند. بعدی همین حادثه شامرادف ابرار را مردم ناحیه بابای برفی و بعضی دیگر مگرگور نام مندن. گفتن ضرور است که شامرادف ابرار یا اینکه مگرگور خانه خدا را هم زیارت کرده عنوان حاجی ابرار را هم گرفته است وای به حال چنین حاجی بعد این حادثه مگرگور تماما با مجلس های حکومت ناحیه لخش نمی آمد ده مرده این رو نمیدید و دیدن هم نمیخواست گویا یگون گپشدگی نیست هر شب در خانه مگرگور تشکیلی زیافت و رقص و بازی بود این البته با اشتراک سردار امنیتی ناحیه ناحیه لخش ایسایف اقیل دولت و برادزاده فیض رجب ده مرده پلهای برای استفاده برق ساکنان ناحیه را با کیسه حرام خود و کیسه ده مرده برادزاده فیض رجب و ایسایف آقل دولت علیویچ انداخته فکر کرد که دنیا به جواب و سوال است. ده مرده با پیسری مگریگور فیروز در جماعت الغی نوحیه دوازده گکتر خوجگی دهقانی داده است. حالا که فیروز در شهر دوشنبه زندگی می در زمین خوجگی دهقانی کارمندان اداره برق نوحیه لخش روزهای کاری رفته کرتاشکه می الاف علف و تمام کارهای شخصی حجی مگریگور را اجرا میکنند در جماعت جرگتال دههای ینگ شهر فرمای چاروا و نزدی فرمه دو گکتر زمین خاجگی دهقانی دارد در این زمین کارمندان اداره برق ناحیه وابسته شده بودند حتی ده مرده ناحیه که وظیفه رسمی اش رئیس ناحیه میباشد روزهای کیش و جمع آوری کارتوشکا از صبح تا شام در حشر حاجی مگرگور اشتراکی فعالانه میکند نتیجه حرامکاری و حرامخوری مگرگور می باشد که از جانب کارمندان اداره امنیتی ناحیه با سرداری جوانی با حس ملی بلند با ایمت و خسروف که بجای جای ایسایف آقل تعین شده است البته اکنون این رئیس امنیت خیلی یعنی تعریف دارند ولی اصلاح با این چیزها روزیش شده نمی ولی چون این نامه از ساکنان لخش است ما هم آن را چونین برایتان خانده استاده ایم ولی ما باز تفتیش میکنیم که این خسروف یعنی وقتی که کارمند امنیت بیا رئیس امنیت باشد من نمیتونم گفته که خیلی شخصی حس دارد ولی مهم میبینیم ممکن است که شخصی خوب باشد ولی چون این بعد از عاقل آمده است دیگر میبینیم که او کی است و چه کارها دارد از روی معلومات ها 5 میلیون سامانی برق تاجیک دستگیر شد خوب رئیس امنیت دستگیرش کرده است در دوره در سیزا بودن مگرگور کارمندان اداره برق ناحیه 65 85 هزار سومانی حق استفاده برق را گرفته با خوجایی نشان کمک رساندن حالا مگرگور باز در سیزا قرار دارد لکه رئیس ناحیه تاور و دارد که هیچ کار نشده است انتظار است که کای مگرگور از سیزا میبروید و باز همان کارهای عیش و عشرت و از خودکنی مبلغ دولت و برق تاجیک را ادامه دهند خود قضاوت کنید بینندگان گرامی چهار میلیون سامانی از اداره آقاخان پنج میلیون سامانی از برخی تاجیک از خود کرده است و تا حال این ده مرده تا درجه که متهم در نزد مگرگور می که حتی از وظیفه او را آزاد نکرده است اگر یگان نفر راهبران اداره های ناحیه با مجلس نوایند و یا یکان گناه ناچیز کنند همان زمان مسئله از وظیفه آزاد کردنش را به میان میمانند نخواد یک نفری که خانه دو آشیانه، فرمای چاروه کلان و خورد، زیاده از دو هزار مال، خاجگی دهخانی، نزدیک به پونزده گکتر، ماشین های گرانبه های لکسوس، پرادا و مرسدس دارد، یک بار پرسیش نباشد، و نظارت نباشد اگر با مهنت حلالش یافته باشد یگان مشکلی نیست نخواد رئیس ناحیه با خوردن یک گوسفند و گرفتن پول در نزدیک یک راهبر تشکیلات ناحیه متهم شود مگرگور کوچه های دههی جرگتول را پورا با برق تامین کرده راه این ده ها را با شغل هموار کرده است از کدام حساب امروز معلوم گشت که مبلغ ساکنانی به این هم بیچاره ناحیه را که برای استفاده قوه برق می سپارند دزدیده باز برای خودشان صرف کرده آب روی اعتبار خود را در بین ساکنان بلند می برداشته است رئیس ناحیه ده مرده باشد در همین مسئله لال است حتى میگوید که قند شزنت ماگرگور همان شومرادوف از کجایی که پول یابد حلال شود ای رئیس بیسواد این پول ها پول های برق سوپوریده ساکنان ناحیه است ماشین پرادو با رقم های ده ده، پول حق حلال ساکنان ناحیه برای استفاده برق است خانه دو که در آنجا با ایسایف عاقیل گوسفندخوری میکردی پولی به نام مردم ناحیه کردیت گرفته حاجی مگرگور است اگر تا حال نفهمیده باشی ماگرگور این استیتوت پیداگوگی شهر اوشی قرغزستان را غایبانه ختم کرده بوده است معلوماتی سوحه برق را ندارد برای صاحب شدن به این وظیفه در کدام یک دانشکده تاجیکستان باز غایبانه برای گرفتن دیپلم متخصصی برق حجت است از مسئولان برخ تاجیک پرکراتورا و اگنتی نظارت مالیوی خواهیش و طلب میکنیم که مسئله 5 میلیون سامانی روی راست دوست دیدن مگرگوری نوحیه و نظارت نکردن رئیس نوحیه را جدی سنجیده تا با پریزیدنت مملکت رسانند البته ای رحمانوف میدونه را چون خودش دزد است و اینو اصلا اهمیت نمیتیه بعدی رفتن ایسایف آخیل سردار شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی از ناحیه مسئله به وظیفه های کلیدی موندن آدمان خودی به زمین مگرگار گذشت در دعو اداره راه های ناحیه که مبلغ زیاد دارد آدم نزدیکی مگرگور تعیین شده است خوب اگر دیا داشته باشید اقلی سویف این دیورا ایدورا میکرد وقتی اون رفت مگرگور ایدورا را شروع کرد هر یک کار رئیسی ناحیه ده مرده به مسلحت حاجی مگرگور نمیشود. شود ده مرده در فعالیت پنج ساله خود در ناحیه لخش تنها یک تشبس نشان داد ساختمان بینای کسلخانه سیرویتی در مرکز ناحیه برای ساختمان این بینا با دسترسی معلومات ها مبلغ های زیاد جدا گردیده است ولی ده مرده ساختمان و رنگ و باری آن را از حساب تشکیلات های ناحیه اجرا کرده استاده است هر یک تشکیلات ناحیه حصه خود را دارد مبلغ و باز اتاق آن را از حساب خودت تعمیر باید کنی بعد خلاص می شوی می گوید ده مرده ناحیه مبلغ های جدا شده دولتی باشد مفت برای ساختمان بیمارخانه مرکزی و کیسه ده مرده یعنی همین رئیس ناحیه به یگان مشکل در آمده اما ساختمان بیمارخانه سیراتی مرکز ناحیه از مبلغ های کارخانه ها تشکیلات ها جماعت ها صاحب کارها، مبلغ های مجبوری جمع نموده از ساکنان لخش رفته استاده است ناگفته نماند که ده مرده در طول پنج سال فعالیت به برکتش از حساب خلق ناحیه و غیر از حیوانات کلان و میده افته های گرانبه ها چهار منزل استقامتی خریداری نموده است که اگر سنجش دقیق صورت گیرد ایفشا خواهد شد که این پل را از کجا یافته است باز یک دلیل ده مردگی برادزاده فیض رجب اثبات می شود برندگان گرامی که در نزدی بیمارخانه مرکزی ناحیه لخش بیمارخانه بیماری های یعنی انفکسیونی بالنیچا از حساب خلق ساخته استوده در برابری این هر روز هر کجا خودش رو تعریف می کند که من در نزی بیمارخانه کسلی های سیرایتی باقی فرهنگی فراغتی سختم ولی کدام آدمی سالم اخل فرزند خود را برده در نزی بیمارخانه سیرایتی با باقی فرهنگی و فراغتی داروارده دم می گرفته است حالا آنکه در این باقی فراغتی فرهنگی بغیر از خاک خونک دیگر یک اون چیز دیده نمی شود دلیل ده مردگی و گشنگی برادزودا فیضولا رجب رو بگوییم حساب ندارد مثال با فکت و رقمهایش فرودگاه مرکزی ناحیه را ده مرده به یگان ترس و حراس تا آخرین ساتیخش کشت کرد کم میکارید مگر ده مرده نمیدوند که استراتژی می میباشد عقلا به همین ابیکت حیاتان مهم دولتی دست نمیزد میگفتیم که یکم ترک عقل و سواد دارد سبحان الله باور که این تماما این رئیس زوری زور بوده است مثال دیگر را برایتون میاریم دو سه سال پیش ده مرده در فرودگاه لخش در مساحت دو گکتر باقی سب بنیاد و گرد دو اطرافش را با سدکه حتی محکم کرده در هر خیلی میادی هنده که این البته از مبلغ کیسه خودی ده مرده خرج نشده از حساب راهبران تشکیلات و معسیسه ها و غیره ها صورت گرفت. یک روز با ده مرده در فرودگاه هم صحبت شده پرسیدم که یا فرودگاه رو به با باغ تبدیل دادن ممکن است ده مرده در جواب با من گفت که در این دنیا هر کار شدنش ممکن ای اگر خواهی با تو مفروشم من در جواب با ده مرده گفتم که رحمت در کار نیست بعدا فهمیدم که کدام وزیر آمده باغ غیر قانونی تشکیل کرده ده مرده را در فرودگاه دیده و ده مرده ایراد گرفته سپاریش قطعی داده است که در مهلت کوتاهترین از فرودگاه باغ غیر قانونی اش را بردارد ده مرده پس از شنیدن این سخن ها مجبور شده از ترس جان و وظیفه باغش را از فرودگاه در یک روز تعجیلا در شاهدی همه ساکنان مرکز ناحیه لخش و کارمندان حکومت ناحیه ویران کرد بعد از فرودگاه گرفتن باقی دهمرده من به خداوند کریم صد مرتبه شکر کردم که این باقی دهمرده مرده را خریداری نکردم زیرا باقی دهمرده مرده غیر قانونی بوده است خوب دیگر ناترسی و گشنگی ده مرده را با شما گفته و بیان هم کنم که این در طول پنج سال با چی کارها مشغول بود در اساس قانون به همگان معلوم است که رئیس ناحیه به غیر از وظیفه اشغال کردهش با صاحب کاری مشغول شدنش ممکن نیست ولی به دهمرده این قانون عموما تعلق نداشته است زیرا در دشت قوم خوجگی دولتی لخش دهمرده با استفاده از تکنیک لیزینگ سیاکوف سالی رایگان چندین گکتر گندم علمی کشت کرد این اینچنین در زمینهای دهه کرمیقی جماعت الغه که در آنجا به ده مرده هم به خلق دیها آب پولیزی بسنده نیست ده مرده رفته در آنجا نیست چندین گکتر کرتاشکه شنونده به خلق آب نداده تمام ساکنان ناحیه را بداد آورده است باز یک گشنگی و به این ده مرده را آشکار کنیم پیش به تمام ساکنان مرکز ناحیه لخش آب آشامیدنی میرسید ولی پس از با وظیفه تعیین شدن این ده مرده قریب سه سال می شود که آب آشامیدنی در مرکز ناحیه لخش به رفته است معلوم گشت که این ده مرده برای اجازت نقطه آب آشامیدنی با مبلغی از 2000 سر کرده تا 3000 سامانی پورا گرفته به این صافانه نقطه های آب را می است باز یک حرام خوری و جنایت آشکارای ده مرده را به شما معلوم می نمایم که پس از تعیین شدنش به وظیفه رئیس ناحیه لخش در ناحیه همان سال فاندی خیریه غیر قانونی تشکیل نمود کدام ساکن ناحیه برای گرفتن قرار رئیس ناحیه بیاید حتما برای گرفتن امضای ده مرده و فاندی غیر قانونی تشکیل کرده ده مرده مبلغ وابسته به حجم کارهای اجرا شده می سپارد بعدا امضای مبارک ده مرده را به دست می آورد ده مرده این صورت حساب را چون فاندی غیر قانونیش غیر قانونی در امانت بانک ناحیه لش کشاده به یگان ممانیت و ترس و حراس رفته پس از جمع شدنش از امانت بانک ناحیه می است از روی معلوماتی به ما رسیده رحیم غرمی صاحب کاری موفق تاجیک برای آیله های کمبغل و کمبیزایت ناحیه لخش 500 هزار سامانی کمک کرده بود است مستقیم به کیسه ده مرده در آمده است خود قضاوت کنید که نخواد مبلغ یک شخصی خیر کننده را گرفته به یگان شرم و حیا به کیسه زده حتی سرخ هم نشود باز یک کاری کروپسیانی ده مرده را با بالای آب براریم دو یا سه سال پیش کانال پیازی را سل زده بعض جایهایش را پر و ده متر تروبه آهنین را کارناشایم کرده بود و برای آبادانی کانال مذکور از حکومت تاجیکستان تشکیلات های بین الخلقی مبلغ های به نهایت کلان جدا شده بود ولی ده مرده کانال مذکور را با اشتراک خلق ناحیه لخش با طریق حشر مجبوری تعمیر و ترمیم کرد. اگر از درامتگاه نهیه تا سرحدی خیلقزیستان تمام دیه های نوحیه را گشته از رئیس نوحیه پرسون شوید همه او را همچون ده مرده میشناسند در مجلس ها و آخری ها با ساکنان نوحیه لخش ده مرده پدر و مادر خود را تعریف میکند و خلاص یگان مجلس این است که به یادآوری از پدر و مادر ده مرده نگذرد همه ادمون از پدر و مادر خود به دنیا آمدند و هر یک پدر و مادر میخواهد که فرزندش خوب با وایه رسد و نامبردار پدر و مادر خود باشد رئیس نوحیه لخش محترم ده مرده چونان سخن میکند که تنها او پدر و مادر دارد ای ده مرده پدر و مادرت از خودت پدر و مادرت را نزد فرزندات قصه کن نه در نزد مردم یک وقت سفری کاری رحمانوف یا پرزیدنت تاجیکستان بناهیه در نقشه بود ده مرده هر روز با طریق مجبوری و زورواری سکن ناحیه لخش را همچون غلام در عصر 21 در بیمارخانه سیراتی ساخته شده کار میفرمود از حساب یگان شخصی خیرخواه خوراکی нимарӯзӣ ташкил мекард даҳмарда ба як соҳибкори маҳаллӣ дар пеши мо коргарони ҳамон рӯза супориш дод ки ош карда ба коргарон биёрад он соҳибкор оша овард даҳмарда дарҳол ба пеши мо омада раиси ҳукумат фикр кунед бинандагони гиромӣ аз ҳамаи мо бе ягон шаҳрму ҳаё барои оши соҳибкор оварда бистсомонигӣ ҷамъ карда гирифт дар кисаш зад در این حشر اجباری برخی ها حتی از 60 کیلومتر و پول خودشان اینجا برای کار کردن آماده بودند کارگران حیران شده به رئیس گفتند که برای شما شده از راه دور آمدیم ده مرده به یگان شرم و حیا میدانه چی گفت گفت که اومده رفتن این پرابلم شما می باشد اگر 20 سمونی در کیسه تا نداشته باشین شما چطری مردین یا که شما خیلی مردین بیست سومونگی مجبوران گرفت و با افتماشین خیزمتیش مرکای پرادو نشسته از پیش ما رفت. آشوی نصفی روزی خوردگی امان زهری بدن امان شده به گاهی و تشنه به خانه برگشته رفتیم. در عرفه همان سفر امامالی رحمانوف از صاحبان تکسی های خطی سیر مرکز جماعت ینگی شهر با مبلغ 500 سامانی نزدیک به 12 هزار سامانی جمعواری کرده است. معلوم نیست که این پول ها را کجا صرف کرده است سال 2020 در سال اولی پندیمی کرونا ویروس از حسابی تشکیلات خارجی با 65 مکتب ناحیه لخش اسبابهای حرارت سنج همچنین یاری دسترس کرده شده بود که رئیس ناحیه ده مرده و مدیر معارف ناحیه میرزایف علی محمد آنها را داده میگوید که برای هر یک دانش از هر یک مکتب مبلغ 450 سومانه جمعواری کرده آورده به دست من سپور مرحمت حساب کنید از هر یک مکتب نوحیه یعنی در نوحیه 65 مکتب است 450 سومانی جمع چند می شود خودتان قضاوت کنید که آن 29250 سومانی می شود این ده مرده به این صاف را بینید که در چنین شب و روزی خیلی مشکل نفسی سرکشش را نگاه داشته نمی تواند از طلبه ها مجبوری پول جمع کردی برای حرارت سنجک حالا آنکه این اسباب ها با طریق رایگان به پول بناهیه لخش ورد شدند. یک بگوهی ده مرده با کارمندان حکومت نوحیه لخش برای گزراندن واخوری با ساکنان جماعت سرخاب رفت من هم همچون کارمند حکومت در آنجا اشتراک داشتم. واخوری در دیهای خوشاقبه و زیرا دیهای سیبزار برگزار گردی. ساکنان جماعت مذکور از دهان ده مرده یکان سخن خوب نشونیدن و از دوره های جوانیش نقل کردن می گوید که چی با رفیق نزدیکش در نوحیه وخش به صحرا رفته با مدخرها علاقه کرده بودن سبحان الله خوب و این عمل رو رحمان و فی پیشویش هم در یعنی چند صحبتش با افراد نزدیکشون عبد الملك عبد گفته است و این مدخرها را عشق اولش هم گفته است و اسد الله رحمانوف هم از این عمل رحمانوف آگاهی دارد که در دنگره چنین کار را و خود اسد الله رحمانوف هم این مسئله را خوب می داند. اگر کسی باور نکند از اسدالله رحمان اف پرسد برایشان می گوید انا این است رئیسی ده مرده با شما من رئیسی ده مرده با شما بیننده عزیز و گرامی منظور ما این است که تمام مقامات دخلدار کشور دانند و آگاه باشند که در لخش ده مرده یعنی رئیس ناحیه و حاجی مکگرگور نهیه را به قشاقی و نستی رسانده ایستادند ما میخواهیم که نمای اعمال این دو شخص در روی میزی پرزیدنت کشور باشد و حکومت تاجیکستان از روی عدالت به این دو شخص بهای های ارزنده دهند خوب من بینندگان گرامی و آنانی که این نامه را به اصلاح ارسال نمودن، البته تمامی فساد و رشوت و کروبسیا در کشور از خود امام علی رحمون و, و آیله او شروع می شود که اینها چونین جرعت پیدا می کنند و مردم ناحیه را چونین غارت می کنند البته وقتی از کار رفتن این رئیس ناحیه این ده مرده هم شده است و اون حاجی مگریگور در زندان باشد اگر باید حتما جزایی مناسب و سزاوار را بگیرد برای این عملهای جنایی انجام داده است خوب باز می‌بینیم که در ادامه چی می‌شود، و ما منتظر نامه ها و معلومات های دیگر شما از جرگتال یا لخشی امروزی هستیم. با شما بود محمد اقبال صدردین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.